سلام به حاشیه نیوزی های عزیز و میلیتاریست های گرامی که بیننده نظامی ترین رسانه فارسی زبان یوتیوب هستند. به کانال خودتون خوش اومدید. با یه برنامه دیگه از صنایع نظامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و این بار بازدید یکی از مقامات بلند رتبه ایران از جت آموزش یاسین نشون دهنده این هستش که دانشمندان نظامی کشورمون میخوان یه حرکتای روی جنگنده های ایرانی بزنن. با ما تا پایان همراه باشید تا با هم ببینیم که در این بازدید در مورد این جنگنده ایرانی چه چیزهایی گفته شده و بعد بریم یکم با جت آموزشی بومی یاسین آشنا بشیم. پس لایک و سابسکرایب رو یادتون نره تا بریم این ویدیو رو ببینیم. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای بازدید از زیرمجموعه های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پیگیری های مجدانه واسه به ثمر رسیدن پروژه های تحقیقاتی و تولید با حضور در سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح از مراحل طراحی، تولید و ساخت جت آموزش پیشرفته یاسین بازدید کرد. امیر آشتیانی در جریان این بازدید گفته که تولید جت آموزش یاسین با توجه به ماموریتش در حوزه آموزش خلبانان به هم افزایی و همکاری همه ارکان وزارت دفاع نیاز داره. اولین فروند از جت آموزشی پیشرفته یاسین مهر 1398 اولین پرواز رسمی خودش رو بر فراز پایگاه شهید نوژه اجرا کرد. این هواپیما که توسط متخصصان سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح و با مشارکت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی طراحی و ساخته شده، قرار هستش به عنوان هواپیمای جت آموزشی پیشرفته در فرایند آموزش خلبانان هواپیماهای جنگنده کشور مورد استفاده قرار بگیرند. از جت آموزش یاسین که قبل از این با اسم کوثر 88 شناخته میشد، اولین بار توی فروردین 96 و در جریان بازدید رئیس جمهور از نمایشگاه دستاوردهای دفاعی پرده برداری شد. جت آموزش پیشرفته یاسین بعد از گذروندن مراحل تست نهایی توی یک مراسمی در 25 مهر 1398 با دستور امیر خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش اولین پرواز رسمی خودش رو بر فراز پایگاه شهید نوژه اجرا کرد. بدین ترتیب بود که ایران تونست با کمترین هزینه در جهان یه هواپیمای جت آموزشی رو بدون در اختیار داشتن نمونه مشابه به صورت اختصاصی طراحی و تولید بکنه و اون رو به مرحله پرواز برسونه. طرح یاسین در مدت زمانی در حدود یک دهه توسعه پیدا کرد و بدین ترتیب گام مهمی توی خودکفایی کامل ایران در زمینه آموزش خلبانان جنگی برای پرواز با هواپیماهای رزمی پیشرفته برداشته شد. هرچند در حال حاضر مدل‌های مختلفی از هواپیماهای جت آموزشی پیشرفته توسط بعضی از کشورها ساخته میشه، ولی تعداد محدودی از کشورها به طور کامل این نوع هواپیماها را طراحی کردن و می‌سازند. جت یاسین از جمله معدود هواپیماهای جت آموزشی پیشرفته در جهانه که به صورت کامل در داخل کشور ساخته میشه. در حال حاضر نقش هواپیمای یاسین به عنوان جت آموزشی پیشرفته خیلی مهمه. آموزش خلبانی جنگنده های جت به عنوان یکی از حساس ترین مشاغل نظامی توی مراحل متعددی با برنامه هدفمندی به اجرا میرسه. این مراحل بعد از مطالب تئوری و کار با شبیه سازهای اولیه به پرواز با هواپیمای ملخی ساده و پیشرفته و بعد از اون هواپیمای جت ساده و در ادامه جت پیشرفته دنبال میشه و در نهایت خلبانان با نمونه دو کابینه از جنگنده اصلی آموزش دیده و در صورت موفقیت توی تمامی این مراحل به عنوان خلبان مستقل جنگنده امکان پرواز پیدا میکنه. هر کدوم از مراحل فوق نیازمند در اختیار داشتن هواپیمای مخصوص به خودش هستش. جت آموزش پیشرفته یاسین در حقیقت مربوط به مرحله دوم و تکمیلی آموزش خلبان جنگی هستش. امیر عبدالکریم بنی طرفی مدیر عامل سازمان صنایع هوایی توی مهر 98 ضمن اعلامی که این هواپیما 0 تا 100 در داخل کشور تولید شده تاکید کرد که توی طراحی و ساخت این هواپیما از هیچ هواپیمای الگو گرفته نشده و توی صنعت دفاعی چنین موضوعی بی سابقه هستش که یک کشور به تنهایی موفق به ساخت یک هواپیما بشه.
او در خصوص تفاوت‌های این هواپیمای آموزشی با جنگنده کوثر که سال 97 رو نمایی شد گفت کوثر یه هواپیمای رزمی مافوق صوت هستش، اما این هواپیما به جهت ویژگی‌های آموزشی با سرعت زیر صوت طراحی شده، چون خلبانان آموزشی اولش باید با هواپیماهای مادون صوت آموزش ببینن. به گفته او نیاز به 3 یا 4 تا اسکادران از جت یاسین وجود داره که هر اسکادران 16 فروندی. هرچند جت یاسین در حال حاضر فقط کاربرد آموزشی داره، اما در آینده با تکمیل بیشتر اون میتونه با تجهیز به انواع بمب‌ها و موشک‌ها به عنوان هواپیمای پشتیبانی نزدیک مورد استفاده قرار بگیره. جت آموزشی پیشرفته تماماً ایرانی یاسین دارای 12 متر طول، 4 متر ارتفاع و 5.5 تن وزن در شرایط برخاست عملیاتی هستش و میتونه تا سقف 12 کیلومتر به پرواز در بیاد. بال این هواپیما با بیش از 10 متر طول و 24 متر مربع مساحت به شکلی طراحی شده تا بتونه با حداقل سرعت 200 کیلومتر بر ساعت در دسته بهترین هواپیماهای آموزشی دنیا در زمینه نشست و برخاست قرار بگیره. حداکثر سرعت این هواپیما در حد سرعت صوت یعنی حدود 1000 کیلومتر بر ساعت اعلام شده. وجود بالای افقی کاملا چرخان توی دوم این هواپیما محدودیت خلبانان رو برای انجام مانورهای مختلف و به خصوص خروج از حالت اسپین یا سقوط دورانی برطرف میکنه. توی هواپیمای جت آموزشی پیشرفته یاسین از نمونه بدون پس‌سوز موتور توربوجت ایرانی اوج استفاده شده. استفاده از موتور ساخت داخل باعث میشه تا تولید این هواپیما وابستگی به خارج نداشته باشه. موتور اوج در حالت خوش 3500 پوند رانش ایجاد میکنه که در مجموع دو موتور از این نوع رانش 7000 پوندی رو برای یاسین فراهم میکنه که در حد قدرت موتور هواپیمای جنگیه. کابین این هواپیما با چینش پشت سر هم و غیر همسطح به گونه‌ای طراحی شده تا میدون دید راحت و وسیع رو برای شاگرد در کابین جلو و به ویژه استاد خلبان در کابین عقب فراهم بکنه. صندلی پران هواپیمای یاسین از نوع 00 هستش، یعنی قادره در سرعت 0 یعنی حتی روی باند فعال بشه و سرنشین ها رو در کسری از ثانیه تا 100 متر به بیرون از هواپیما پرتاب بکنه. طول باند مورد نیاز جت آموزش پیشرفته یاسین برای بلند شدن و فرود به ترتیب 800 و 600 متر هستش. برد یک سری اون 1000 کیلومتر و مداومت پروازی اون هم 90 دقیقه هستش. بدین ترتیب به پایان این برنامه از هاشی نیوز رسیدیم. تا یه برنامه دیگه از این کانال، خداوند یارو نگهدارتون.